بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و اعتصمو به حبل الله جمیعا و لا صدق الله العظیم عرض سلام دارم خدمت بینندگان برنامه هفتگی امت خرسند و خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم اختلافات و منازعات یکی از مفاهیم بزرگ اجتماعی در جامعه انسانی محسوب می شود اختلافات منازعات و تشنجات اجتماعی دینی فرهنگی و سیاسی از نشانه های با جامعه انسانی محسوب می شود در صورتی که اختلافات و منازعات به شکل نرم و مسالمت و درست مدیریت شود می که زمینه برای ارتقا، پیشرفت، توصیه و انکشاف فکری و اجتماعی جامعه محسوب کردند. و اگر اختلافات و منازعات به شکل نادرست و مضموم آن در جامعه گسترش پیدا کنه، توصیه پیدا کنه، زمینه را برای سقوط، افول، زوال و انحطاط اجتماعی جامعه انسانی فراهم می ما در سالیان متمادی بخصوص در یک دهه دو دهه اخیر و همچنان در شرایط زمان فعلی در جامعه اسلامی و بخصوص کشورمان افغانستان شاهد بروز اختلافات، منازعات و تشنجات زیادی در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی و فکری بوده اگر این منازعات دامندار شود گسترش پیدا کند مدیریت نشود چی پیامدهایی را در قبال دارد بحث امشب امت را با این مسائل و پرسش ها پیگیری میکنیم در خدمت جناب الحاج استاد مرتزوی کارشناس مسائل اسلامی و فعال سیاسی هستیم که خوش آمدید میگیم به جناب استاد مرتزوی سه بزرگوار خوش آمدید به استودیو باشد. امت تشکر زنده باشین سلامت باشین بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم ما به بحث حاضر شدید همان گونه که در مقدمه هم عرض شد اختلافات میتونه که ابعاد مختلفی را در جامعه انسانی دربر بگیره پرسان میست که چرا به صورت طبیعی و به صورت فطری در جامعه انسانی تنوع وجود داره و این تنوعات در عرصه ها و در ابعاد مختلفش منجر به اختلافات میشه آیا این تنوع که میشه از به اختلافات نظری و همچنان مفاهیم اجتماعی هم هتعبیرکد ابعاد منفی داره و یا ای که میتانه که زوایا و ابعاد مثبتی ر هم داشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمدلله ربلعالمین الصلا والسلام علی سید الانبیا والمرسلین وعلی له و, و صابه اجمعین اجازه بفرماد ک از هم ولتر عرض سلام ارادت داشته باشم خدمت شما دستاندارکاران کاران سخت کش شما و خدمت بیننده های عزیز برنامه تلویزیون وزین شما و یک چیزی که وجود داره که خب ببینین هر چیز آن که از دو بود مورد بررسی قرار داد هم. هم از بود مثبت و هم از بود منفی به یک تعبیر دیگه یعنی هر سکه معمولا فطرتا طبیعتا درو داره بر ای اساس است که قضایای های تنوعاتی که وجود داره این تنوعات هم شما ببینین که اون دو بعد خودش داره هم اون بعد دناعت یا لعامت یا پستی خودش داره و هم اون بعد نورانیت خودش و اون بعد روشنایی خودش هم میتونه در بخش تنوعاتی که وجود داره از اون جمله اختلافاتی که مثلا در جامعه انسانی در جامعه بشری وجود داره در کارکارتهایشم شما ببینید که در جامعه انسانی زمانی که خداوند انسان از عدم به وجود آورد و خلق کرد در اینجا است که یکی از بحث‌های اساسی که بر ملائکه که اونا یک بعدی قضایا یا روی ها یا رفتار اونها وجود داره که در ملائک بحث اوسیان و بحث خطا یا بحث تخطی وجود ندارد خب از نامش پیداست که اونا ملائک هستند با اونمون مسیر که مشخص هستند که اون مسیر مثلا مسیر اون نورانیت و بر اون مسیر در حال رفتار هستند و همیشه در روی های خودشان اونها در دائره اخلاق مداری و در دائره اون بحث عدم اسیان یعنی به یک تعبیر دیگه تعرف العشیا به از و به اینکه همیشه در اونمو مسیر مطیع بودن خودشان تابع بودن در عوامر الهی و دوری کردن در مجموع از تمام زیشتی ها و پلیدی ها در حرکتن اما ببینین در ماهیت انسان ها همی است که وقت خدا انسان ها را به وجود آورد یعنی وقتی که خدا انسان ها را خلق کرد در اونجا است که خب با وجودی که روی انسان در تجارب انسانی در طول تاریخی که انسان از آدم تا به اکنون که جامعه انسانی در حال آمدن هست و در حال رفتن هست و در مجموع این بسات جامعه انسانی وجود دارد دو بعد داشته روی های انسان یعنی مخالف روی های مثلا فرشتگان بوده اونا تک هستند مثل پدیده هایی که بعضی از پدیده ها تک ماهیتی است بعضی از پدیده ها هست که دو ماهیتی است اما پدیده برمیگرده به قضیه انسانیت هم میتوان که دو ماهیتی تلقی درست. کرد که هم میتونه روی کرد اینها یک روی کرده باشه بر اساس اون حس مسئولیت پذیری که انسان ها دارن و هدف خلقت انسان ها هم که خداوند انسان خلق کرده است است که و ما خلقت الجن و الا لیعبدون که هدف از اساسی خلقت انسان ها همی است که اینها عبادت خدا را کنن و این ماهیت نورانیت اون ماهیت سفیدی خودشانه همیشه پیش ببرن و تا بتوانه که با اون مراحل تکامل انسانی با اون مراحل اخلاقی با اون مراحلی که خداوند از خلقت انسان ها خواسته است که انجام بتن اما یک ماهیت دیگه هم که بر انسان ها یا روی کرده که از افعال انسان ها از ایده های انسان ها از اندیشه انسان ها به وجود برمیگرده با اون ماهیت سیاهی یا ظلمت یا تاریکی که بر او مبنا بود وقتی که خدا انسانها را به وجود آورد اولین اعتراض یا انگشت انتقاد را که فرشتگان یا ملائک بلند کردن ببینیم که اون صفحه سیاهی انسانیت ها اونها دیدن صفحه سیایی از روی کرد جامعه انسانی را دیدن که در قرآن به سراحت آمده است که شما اینها را مثلا هست کردین به خاطر اینکه اینها دماع یا خون ریزی کنن اما خداوند گفت نه ببینین که این بحث نیست بلکه انسان با اون مرحله میتونه برسه شما روی کرده صفحه ظلمانی یا تاریک جامعه انسانی را نبینین بلکه اون صفحه سفید و نورانیت جامعه انسانی رو ببینید که خداوند در جواب ملائک یا فرشتگان بیان میکنه که انسان میشه به اون مرحله برسه که حتی از شما فرشتگان و حتی از شما ملائک کرده هم جامعه انسانیت اینا علو پیدا کنه در مقام در مرتبه یعنی به مقام والای میرسه اون داستان سفر معنوی و سفر معراج رفتن پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه شما آگاه هستین میدانین که وقتی پیامبر در مرحله اول که از مسجد الاقصا یعنی حرکت میکنه به سمت معراج که این یک بحث هم هست بین علما، فقها، ها، شخصیت های مم. تراز اول اسلام که آیا سفر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علی این یک سفر به این معنا که سفر فیزیکی بود یا سفر معنوی یا سفر غیر فیزیکی سفر معنوی یا سفر روحی بود این یک بحث است یک مسئله اختلافی است به هر صورت چی سفر سفر فیزیکی بوده یا سفر سفر روحانی بوده اما در مراحل ابتدایی که پیامبر وقتی که عزم سفر به دستور الهی میکنه از مسجد الاقصا که ما یک آیه مبارکه قرآن هم در قضیه سفر پیامبر که به معراج میرد داریم که سبحان الذی به بعبده لیلا من المسجد, المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حول لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع تا آخرین آیه مبارکه که در اینجا در مراحل ابتدایی که پیامبر از اون مسجد اقصا وقتی که وارد فاز سفر میشه به ملکوت اعلا پیامبر عروج و پرواز میکنه <applause> ببینید که در اون مرحله خب جبرائیل امینم که یکی از ملائک مقرب درگاه الهی هست مسئولم هست و سنگینم داره یعنی مرتبه و مقامش نسبت به سایر ملائک در نزد خداوند والا هست با پیامبر همسفر است <applause> همسفر این مسیر معراج هستند اما ببینید که تا یک مرحله را همسفر هستند یک وقتی است که پیامبر متوجه میشه که در این سفر تنها مانده است یعنی دیگه حضرت جبرائیل امیر در کنار پیامبر من حیث همسفر نیست پیامبر بر میگرده میایه میبینه که در یک نقطه تا یک نقطه را جبرائیل امین همسفر پیامبر بوده در اونجا دیگه اذن اجازه نداشته که از او بالاتر جبرائیل با پیامبر همسفر باشه یعنی اجازه داده نشده است به همون شکلی که در جهان هم امروز رسم و مروج است که مثلا یک رئیس جمهور با محافظین یا با مشاورین خودش که وقتی میرن در نزد یک رئیس جمهور یک کشور دیگه ببینید در یک دروازه دو دروازه خب مشاورین این رئیس جمهورم هم همراهی رئیس جمهور خودش تا یک جای میکنن تا یک مرحله را اما در اون مراحل سفری در اون نقاط صفری یا در مراحل آخری که میخواه این رئیس جمهور اون همتای خودشون رئیس جمهور کشور دیگر را ملاقات کنه ببین که این مشاورین یا این دست دستیارانش یا این محافظینش دیگه حق نداره که با رئیس جمهور خودش با اون همتا دیدار کنه دید و بازدید صورت بگیره در اونجا متوقف میکنه به همین شکل خب جبرائیل امینم تا یک مرحله را این اذن و این حق داره که با پیامبر هم سفر باشه اما از اون بالاتر نه که انسان یک وقت است که به اون مقام میرسه که دیگه حتی از مقام فرشتگان از مقام ملائک کرده بالاتر است خب باز ما این قران که قرآن در مقام انسانیت در شعن انسانیت یا در صفحه نورانیت انسان داریم که خدا به فرشتگان هم زمانی که انسان خداوند خلق میکنه بیان میکنه که انسان به اون مرحله میرسه که از ملائک کرده هم انسان بالاتر می روند از ملائک کردم کارکردهای های انسان در بخش اون اوامری که از جانب خدا تعیین شده است به اون شکل احسن هست به اون شکل نیکو رفتار کرده انسان ها که تمام معروفات تمام خوبی ها را تمام اصلاحات ها، تمام اون اهدافی که از فلسفه خلق انسان وجود داره اینها را انسان ها برآورده کرده برای احساس است به مقام می که از بلایک بالاتر هسته. آیه قرآن است که لقد خلقنا الانسانه فی احسن, احسن تقویم, تقویم. خو این یک بود است اون صفحه نورانی انسان انسانیت هست که انسان به اون مراحل عالی می رسه. بلی. یعنی انسان به اون مقام والا میرسه اما اون صفحه ظلمت یا کارکردهای منفی انسان هم قرآن در ادامه این آیه مبارکه قرآن تبیین میکنه که سم مردت ناهو اسفل, اسفل که حتی انسان اگر یک وقت برگرده به اون صفحه ظلمت که در زمانی که انسان خلق شده بود ملائک یا فرشتگان اون صفحه ظلمت انسانها را مورد توجه قرار داده بودن غافل از این که اون صفحه نورانیت توجه کنه انسان به مرحله زشت میشه صفحه ظلمت آنقدر گسترده و وسیع بر اساس کارکردهای های جامعه انسانی میشه که انسان به پایینترین مرحله قرار میگیره <تصفحه> حتی ظلم و وحشت و بربریت و تعدی و تجاوزه انسان ها به مرحله هستند که از اون بهائم یا از اون چهار پایان یا از اون حیوانات که ناطق نیستن از اونها کردم صفحه ظلمت و تاریکی انسان ها یعنی پایین تر میشه <تص> یک حیوان که مثلا اگر وحشیست وحشی تر شود یعنی از اون دایره اعتدال خودش خارج میشه بر اساس اون قانون فطری که بر حیوانات نهفته هستند که بر اساس عقل و شعور اینها رفتار نمیکنن بر اساس اون فطرت فطرت خودشان رفتار میکنن اگر یک وقت یک حیوان از دایره اعتدال خارج میشه در اون زمان است که ظلمت یا کارکرد ازی یا اون تعدی و تجاوز ازی خب ممکن است که 20 درجه باشه بر 5 تا هم نوع خودش ظلم کنه وحشت ایجاد کنه خطر ایجاد کنه فضا را نامساعد اما اگر انسان یک وقت از دائره اعتدال خارج بشه از اون صفحه نورانیت خارج میشه به مرحله میرسه که نه بحث خطرش 20 فیصد باشه بحث خطر این انسانی که از دایره اعتدال خارج میشه حتی 40 درصد هم نیست 60 درصد هم نیست 80 درصد هم نیست بلکه 100 درصد به شکل کامپلیت یا به شکل کاملا خطر عزی بر تمام هم خودش می باشه و ما در طول تاریخ شاهد همچو خطرهای صد درصدی از آدرس جامعه انسانی از آدرس یک اده افراد که اینها از دایره اعتدال خارج می بودیم <applause> که در یک لحظه در یک آن شما ببینید که بر سی چل پینجا هزار نفر اینا ضربه وارد کرده است در یک لحظه چل تا پنجاه هزار نفر از بین برده است بنابراین در اینجاست که قرآن میگه سوم مردت ناهای از اسفل بر برای اساس است که خوب انسان یعنی اون ماهیت دوشکلی را داره هم ماهیت داره که با اون هدفی که وجود داره با اون مقصدی که وجود داره اگر بپیمایه میتونه که اون ماهیت سفیدی خودشه تبارز بته و برجسته بسازه و همین ماهیت زدی از او یا نقیز او را از بحثی که شما کردین به این نتیجه ما رسیدم که انسان اما قول شما دو تا باد داره یکی هم باد خیر در وجود انسان است و یکی هم باد شر خوب از بحث فلسفی ازی که بگذریم به صورت واقعی صحبت کنیم در دنیای امروزه و در جهان امروزه بخصوص خصوص در جهان اسلام بخصوص خصوص در کشور خودمان چرا بیشتر ما شاهد استفاده اعظمی انسان از ابعاد شر بیشتر است نسبت به همان ابعاد خیری که در وجود انسان وجود داره یعنی انسان ها بیشتر در صدد دریدن داری یکدیگر از آسیب رساندن به یکدیگر هستند و همچنان در پای تخریب یکدیگر هستند تا که در پای همسویی هماهنگی کمک تعاون یکدیگر بوده باشد دلیلش در چیز اون چیزی که فعلا به فکر من میگرده که دو سه تا عامل میتوان در این بحث دخیل دانست <تصفح> یک چیزی که وجود داره که انسان حریص است نفس انسان همیش کشش خاص خودش داره و متاسفانه وقتی که بحث حریص بودن نفس انسان مطرح میشه معمولا تقریبا برمیگرده به اینه که با اون سوی ناملایمات نفس انسان در حال تکاپو می باشد در حال حرکت می باشد این یک بحث است که برمی گرده با اون عدم همگرایی بر عدم تعاون و برمی به اینی که ما نتوانیم اون اتحاد همبستگی همگرایی مسائل همبستگی در مسائل اجتماعی فرهنگی در ابعاد مختلف زندگی را با هم نوعان خود ما روی کار کنیم یعنی نفس حریص جلو تعاون میگیره جلو همکاری ها و همگرایی ها را میگیره و این می تانه که از یک عامل دیگه هم به وجود بیاید که انسان همیشه هم تأثیر گذار بوده و هم تأثیر پذیر بوده است و این نقش تأثیر پذیری انسان ها از هم نوعان خودش از محی... چی از سلف، مم. چی از حال، از تاریخ هایی که وجود داره مم. و از محیط هایی که یا از فضاهای خفقانی حتی از زندان های سربازی که امروز در جهان وجود داره مم. یعنی زندان سرباز به این معنا که یک فضای کاملا مسموم یا ای که در خصوص ناملایمات در مجموع یا ناپسندی در مجموع یا تخطی هایی که در مجموع وجود داره از بود اینه که اون بدبختی هایی که در, در یک فضا در یک جامعه وجود داره می توان که این بدبختی هایی که هست این ناملایمات که تعبیر به یک زندان سرباز کرد برای اساس است که خوب این جامعه ای که میره به اون شک, شک, شک شکلی که نباید بروند یعنی نمیتوانن که بر اون همگرایی خودشان مستحکم باشند و اون همگرایی و اون تعاون و اون مدد رسانی و اون حس انسان دوستی حس بشر دوستی را مد نظر داشته باشند بلکه بر ضد اینها در حال روان هستند از این فضاهای آلوده هم اینها تأثیر،, تاثیر پذیر هستند و او فضاهای آلوده دوستان ناباب انسان های نابابه که در یک جامعه است. اونان تاثیر تاثیرگذاری منفی خودشه داره بالای انسان داره درست درست. و اون نفس که یک وقت مهار نمیشه نفسها ها وقتی که کنترل نمیشه بحث من از اون روح است ببین که اصالت انسان بر روح انسان هست، مهم. اصالت انسان بر روان انسان است وقتی که این نفس کنترل نمیشه یقینا که بر اون فضا عادت پیدا میکنه و در اینجاست که این نفس هر روزی که میگذره نسبت به روز قبلی نسبت به روزهای قبلی تر حریص میشن و به اون مجرایی که نباید میرفت بر مجرای ناملایمات که رفتن که نه بر مجرای ملایمات باید میرفتن اینها عادت میکنن و جزء فرهنگ و جزء یکی از بخشهای از امورات لاینفک زندگی همچین انسانها میشه اینا سبب میشه که باز انسان از اون مسیری که باید بران خارج میشه حتی هوشدارها حتی پیامها حتی پیامدهای این قضایا را هم اکثریت از جامعه انسانی که در یک فضای خفقانی عادت کرده روح و روان اینها مسموم شده است میدانه بازم ببینید که اون حریص بودن نفس است اون بدبختی یا آلوده شدن نفس است که انسان با وجود پیامت های اون بدبختی ها فحشا منکرات ها میبینه جزای او را هم میدانه که هم در عالم دنیا به یک شکل از اشکال مورد مؤاخذه یا مجازات قرار میگیره خصوصا در عالم متافیزیکی در عالم بعد از زندگی در عالم مرگ در عالم روز رستاخیز در یومی که در او روز همه باید در محکمه الهی حاضر باشند ان ناس به اعمال هم فا این کان عملهم هم خیرن فجزا خیرا. خیرا و این کان عملهم شررا خب میدانه که در اون محکمه الهی مو از خمیر جدا میشه در اونجا سیاه از سفید سفید از سیاه سفید از خاکستری تشخیص داده میشه در اون محکمه الهی دیگه در اونجا هیچ مسئله تأثیر گذار نیست مسائل مثل محاکم دنیایی که نقش قدرتمندان در اونجا برجسته باشه نقش انسانهای پولدار یا نقش انسان هایی که در جامعه یک شخصیت را از یک جایگاه برخوردار هستند این مسائل در اونجا همه منتفی است یک محکمه به معنای واقعی محکمه عدل هست در اونجا پیامدها را میدانه که خب ما اعمال ما رفتار ما خلاف اون اهداف اصلی انسانیت بوده اما رفتار کرده است با وجود اینها چون که عادت کرده جزء ای فرهنگ اینها شده یعنی در رگ و روح و روان اینها این مسائل وجود داشته برای اساسی رفتارشان میکنه ما ببینیم که حتی پیامرسان ها یک لگ و 24 هزار پیامبر که آمده است یکی از دلایل اساسی آمدن پیامبران هم مسئله ای بوده که اینها را هشدار اینها را آگاه کنه خب در بسیاری از مسائل است که این عقل قطعیت نداره کاربرد نداره باید نقل باشه باید پیامبران باشه باید رهنماها باشه مربیان باشه که مسائل تبیین کنه از فحشا منکرات را که یک عده انسان ها انجام میته پیامت های ناگوار خطرناک اون جزاهایی که بدون بال داره بر اینها هشدار بته بر اینها اختار بته برای اساس با وجود از اون ببینید که بسیاری از امم امتهایی هایی که در اثر های که بودن از آدم تا خاتم صلوات الله علیهم اجمعین بازم به با این هوشدارهای حتی پیامبرانی که از جانب خدا و مسئولیت داشتن وظیفه داشتن الگو بودن سرمشق بودن به حرف اینها به رفتار و به اونها هم عمل نمیکرد شما ببینید در زمان حضرت نو قوم حضرت نو مثلا حضرت نو ۹۵ سال در بین قوم خودش تبلیغ کرد ببینید در 950 سال یک محدوده انگشت شماری بر تبلیغ های حضرت نو اینا لبیک گفتن و اطاعت کردند و اون مسیر وحدانیت ها. اون مسیر انسانیت ها. اون مسیر اخلاقیت ها. اینها قبول کردن با او عمل کردن و با او مستحکم باقی ماندن دیگران مابقی از امتی یا از اون هم اسریای حضرت نو هیچ کدام به های حضرت نو اینا گوش ندادند بر ای اساسی که چون اونها تقلیدهای کورکورانه ای که از اجدادشان داشتند از سلفها و گذشتگانشان داشتن گفتن ما بر اون مشی و بر اون رفتار گذشتگان ما آبا و اجداد ما عمل میکنیم مهم. این خودش یک تقلید کورکورانه یا تعصباتی که در روح روان انسان قرار گرفته است بر این مبنا بودن که اینها رفتار کردن و این سبب شده است که خوب ما به اون فاز تعاون همگرایی هم همکاری اتحاد همبستگی نرسیم دوباره برمیگردیم از عزیز میام برنامه کوتاه داریم دوباره خدمت شما برمیگردیم سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز شما بیننده برنامه امت از طریق شبکه تلویزیونی نور هستین در خدمت جناب استاد مرتضوی هستین جناب استاد بیشتر به بحث خوبی هم در زمینه اشاره کردین که انسان بیشتر تابع امیال و هوای نفسانی خودش است به خصوص در مسائل اجتماعی که ما و شما میبینیم به نظرتان ما که مسلمان هستیم و قوانین و احکام شریعت اسلامی بر ما حکم میکنه که فرد مسلمان باید مهربان باشه باید تاون داشته باشه و به شدت باید در مسائل اجتماعی از اختلاف و تشنجات و تفریقه و اینا باید پرهیز بکنه باز برای انسانی که بسیار در میان مردمشان اختلاف و منازعات دامن میزنن ایجاد میکنن یک صفت بسیار دیگری برای از او داده که مثلا در حدیث هست که کسی که چنین کارهایی را در میان انسانها انجام میته تا میتونه که یکی از صفات منافق به خودش گرفته باشه با وجود این همه وعد و وحیدی که راجع به مسائل بخصوص اختلاف و نزا خلق کردن در میان اجتماعات بشری بخصوص جامعه اسلامی داریم چرا اکثرا ما امروز باز هم به عنوان مسلمان دوچار اختلافات بیشتری هستیم اختلافات مذهبی داریم، اختلافات سمتی داریم، زبانی داریم، قومی داریم، نجادی داریم در حالی که همه از اینا از نگاه اسلام ترد است، رد است، حرام است و نادرست است خب ببینین که اولا سایر از دستوراتی که در فرهنگ تمدنی اسلامی وجود داره متاسفانه ما یا اینه که به او به شکل کامل عمل نکردیم و او را ما به بوته فراموشی بر دل... بر اساس دلایل مختلفی که وجود داره سپردیم <applause> یا اینه که در بعضی از جامعه هایی که اگر به اون دستورات یا به اون تاکیداتی که در فرهنگ تمدنی اسلامی وجود داره عمل شده است به شکلی که نیاز هست بر یک جامعه بر شکلی که ضرورت هست ما عمل نکردیم یعنی به شکل با کمی و کسری که هست ما عمل کردیم و این سبب شده است که باز ما وقتی که یا اصلا به اون دستورات عمل نکردیم مهم. یا اینی که اگر عمل کردیم به شکل ناقص عمل کردیم مهم. یا آوردیم این, این دستورات که باید به شکل مطلقا یعنی دور از تمام شعاهای سیاسی و مهم. گروهی و خب بحث های سلیقه‌ای کاملا به شکل عاری از این مسائل انجام میدادیم دادیم متاسفانه انجام ندادیم خب بعضی از دستورات با لحاظ کردن بعضی از فرهنگ ها مسائل عرف و انعنات یک جامعه که در اون جامعه عرف و انعنات حاکم بوده است تحت شعای اونمو عرف ها تحت شعای اون هنجاره هایی که وجود داشته یا سنت خرافاتی که وجود داشته است ما این تاکیدات در تحت شعا و تحت سایه او انجام دادیم درست برای اساس خوب یقینا که به اون شکلی که باید مطلقا کاملا آزادانه عاری از همه رنگ و بوهای غیر اسلامی باید که او را ما انجام میدادیم رنگ, و, رنگ و که نباید در مسائل اسلامی دخالت می کرد اگر ما انجام میدادیم که یقینا خب سبب بسیاری از مسائلی که انجام نشده میشد <applause> یعنی با اون بحثی که پیامبر از جانب خدا وظیفه داشت تاکیدات پیامبر همی بود که شما منعیس یک امت واحده عمل کنین <applause> خب این امت واحده زمان تحقق پیدا میکنه عملا میتونه اینها امت واحده باشه که اون ناهنجاری ها باید که از امت واحده دور باشه تا زمانی که اون ناهنجاری ها وجود داره بحث اختلافات وجود داره بحث سلیقه ها سلیقه های مستان. یعنی ناپسند که ام. در فرهنگ اسلامی با فرهنگ اسلامی در تضاد او وجود داره بحث گروهگراهی، سمتگرایی تقلید های کرکرانه تعصبات خطرناک که پیامدهای منفی زیاد را داره تا اونها اون ناهنجاری ها برطرف نشه خب ما به اون فاز امت واحده نمیرسیم به اون فاز اتحاد نمیرسیم به فاز همبستگی نمیرسیم و ما مسلمانان مصداق این آیه مبارکه قرآن باز قرار نمیگیریم که وقت تسلیم به حبل الله جميعا ولا تفرقو یعنی <applause> یقینا که ما زمان میتوانیم که به این مسائل برسیم که این ناهنجاری ها و این ناملایمات از مسیر زندگی ما دور از مسیر ایده ها،, باور ها و تفکرات ما باید دور کنیم اون مسیری که وجود داره اون مسیر مسیری است که اتحاد و همبستگی است هم. وحدت که یک نیاز همیشگی جامعه انسانی هست اکثریت هفتاد تا هشتاد درصد بدبختی هایی که در جامعه اسلامی وجود داره در گذشته ها وجود داشته مگر یک ده محدود که خوب بحث جداست اما در اکثریت زمان جامعه مسلمان ها مورد مطالعه قرار بیتی این ناهنجاری ها وجود داشته وحدت یا همبستگی وجود نداشته به معنای واقعی کلمه در اینجا هسته که خب اگر ما اون مسیر وحدت بپیماییم به اون نقطه وحدت و همدلی همگرایی برسیم خوب ما توانستیم که 80 درصد از معضلاتی که در جامعه اسلامی در مجموع در کشورهای اسلامی در مردم هایی که مسلمان هستند وجود داره مشکلات برطرف میشه و این برطرف شدن سبب میشه که ما بتوانیم از عصر انحطاط و انزوا و حاشیه نشینی و حاشیه بردن مسلمانان بیرون شیم درست. در معاملات معادلات سیاسی جهانی در, تص... در تصمیم گیری های اساسی که امروز صورت می مسلمان ها در اونجا میتونن نقش خودشان داشته باشه و من حیث انسانهای های که نقش اساسی و برازنده خودشان در اونجا ایفا کنن و بازی کنن و میتن نسبت به سرنوشت خودشان حساس باشه، بیدار باشه، زنده باشه، تصمیم خودشان بگیرن. راه حل برای پایان دادن و یا حداقل کاهشی این منازعات و تشنجات در سطح لایه های مختلف اجتماعی امروز مسلمانان بخصوص جامعه خودمان به نظرتان چی هست یعنی با چی کار و با چی روی کرد میتونیم که اختلافات و منازعات مدیریت شود و از تخریب بیشتر و تعمیق بیشتر این مشکلات جلوگیری شود اول اول رفتن یعنی با اون فرهنگ ناب اسلامی درست و این زمان میتونه عملی شوه که ما بریم با اون دستورات اصلی اسلامی که ما از اسلام یک تفسیر اعتدالی به اون شکل که خواست اساسی اسلام با واژه اسلام اعتدال عجین شده نهفته هست ام. هر وقتی که اسلام شناسای معاصر وقتی که اسلام بحث میکنه حرف اسلام مطرح میکنه یعنی اسلام به معنای اعتدال درست باید که تفسیر ما از اسلام همون تفسیر واقع بینانه باشه بر اساس کیسه های ریالیستی ما باید که اسلام مورد واکاوی قرار بدیم با اون بحث اعتدالی با اون بحثی که اسلام اسلام رحمانی هست باید ما رفتار کنیم زمانی که تفسیر ما از اسلام تفسیر واقعی باشه واقعی اونو اعتدالی هست درست، درست. تفسیرهایی که اون مشرب افراطیت یا تفریدگرایی را نداشته باشه، من پیشتر اشاره کردم بر اساس جوی زمانی، بر اساس مسائل منافع. سیاسی که بر اساس منافع شخصی، گروهی، بر اساس منافع کشوری که وجود داره بر اون مبنا ما روابط خود ما را نداشته باشیم امروز مثلا بحث سهیونیزم یا بحث یهود ببینید که یک بحث حاد هست دشمنان از واقعی جامعه اسلامی و فرهنگ اسلام هستند اما متاسفانه با وجودی که جامعه صهیونیسم چقدر خطرات و مشکلات زیاد را بر جهان اسلام ایجاد کرده مدت, مدت طویلی است که اسلام اینا تحت فشار از مجاری مختلف قرار داده اما بعضی از سران کشورهای اسلامی متاسفانه هستند که رفتار خودشان اینها عادی با این کشورهایی که با این کشور با این قومی که دشمنان مسلمان هستند روابط خودشان عادی ساختن بر این مبنا است که یعنی دید ما از اسلام اون دید واقعی اسلامی باشه و نشر و ترویج اسلام به اون شکل که اسلام خودش مشخص کرده فرهنگ اسلام من حیث یک مکتب همیشه ماندگار مکتب سرنوشت ساز یک پهنتونه که درسهای همیشه خودش بر تمام نسلها در تمام اثرها داره باید بر ای اساس این اسلام ترویج شوه این به خورد مردم داده شوه به افکار مردم داده شوه این میتوانه که بسیاری از کجی ها و بسیاری از خلاهایی که در جامعه اسلامی وجود داره اون بحث تعصباتی که وجود داره بحث های مشکلاتی که وجود داره اینها برطرف شوه یکی از مشکلاتی که امروز ما نتوانستیم به اتحادی که از هر زمان دیگر کرده امروز مسلمان ها به اتحاد نیاز مبرم و شدید داره به ای برسیم خب تقلید های کرکرانه بودن تقلید های یک عده آمدن اون دید افراتیت در جامعه ترویج کردن از اسلام اون بحث افراتیت بر اساس منافع خودشان مطرح کردن یعنی اسلام به شکل افراطی دور از واقعیت هایی که در اسلام وجود داره اینا تفسیر کردن ببینین ایده است که باز اینمی مسیر که یک عده بر اساس اهداف خودشان به شکل که اونها هم از قضایا می که اسلام این چیز نیست که ما تفسیر میکنیم یعنی اسلام بر اساس افراتیت نیست مسیر اسلام اعتدالی است اما ببینید اینا وقتی که آمده تفسیر خودشان از اسلام به شکل افراطی کرده بسیاری از کسان هستند که باز بر اساس رفتار اون, شکل اون شخصی که بر اساس اهداف سیاسی خودش به خاطر باقی ماندن بر قدرت های خودش باقی ماندن بر اون مسائل سیاست های خودش اسلام به شکل افراطی تفسیر کرده اینا هم تقلید کرکرانه کرده دنبال روی همچین ها بوده و این سبب شده ببینی که باز وقتی که بحث تفسیر تفسیر افراطیت میشه امه. یکی از مصداق های افراطیت مسائل تعصب است امه. مسائل تعصب در بین نحله ها در بین گروه های جامعه مسلمانان هستند که بسیار با آسانی خب یک فرقه از اسلامی را مسلمان ها را شما ببینید که اینها یعنی کافر میدانند مشرک میدانند ملحد میدانند به این شکل هست که خوب این تعصبات اوج میگیره و سبب بسیاری از بدبختی ها میشه از این آب گلالود از این فضای مسموم که در جامعه اسلامی بر اساس اون تعصبات تقلید ها بر اساس اون بدبختی هایی که در بین مسلمان ها ایجاد میشه Uh, کسانی که مسلمان نیستند دشمنان اسلام هستند که اینا هم در این اختلافات مسلمانان نقش و عمده و اساسی را اینا داشتن و بازی کردن اینا باز دیگه استفاده های خودشان می داشته باشند <تصفح> بسیار خوب یعنی رای حلی را که اسلام ما باید پیشنهاد بکنیم است که باید از اختلافات و از تعصب جلوگیری بشه به نظر تان تعصب در اشکال مختلفش چقدر میتونه که برای جامعه اسلامی مزیر واقع شود و مانع پیشرفت جامعه اسلامی شود و همچنان راهی را که برای جلوگیری از گسترش تعصب البته در اشکالی مختلف است به نظرتان چی هست؟ نظام ها، حکومت ها در کشور اسلامی به خصوص در جامعه خودمان حکومتی که اکنون داره امارت اسلامی چقدر مسئولیت داره که در این عرصه و در این میدان پیش قدم شوه و این مشکلات نقطه پایان بگذاره بحاجات. یک بخش, از قرآن برمیگرده به سرنوشت امت ها برمیگرده به تاریخ گذشته ها که در داستان های از قرآن ذکر شده است مثلا قوم بنی اسرائیل بله چرا اینها از بین رفتند <applause> اقوام یا امتهایی که در عصرهای دیگه پیامبران بودند مثلا در زمان موسی مثلا در زمان حضرت نوح در زمان عیسی حتی کفار مشرکینی که در عصر پیامبر بودند اینها چرا از بین رفتند و اینها چرا معدوم شدند چرا اینها نابود شدند یکی از دلایل معدوم شدن اینها یا از بین رفتن اینها یا اینی که اینها نتانستن به اهداف خودشان برسن اون مسائل تعصبات بود بله. خب اون تعصبات یعنی گرایش غیر عقلی به یک سمت و سوی که با خرد و با عقل سازگاری نداشت با منطق سازگاری نداشت این رو یکی از معانی اون تعصب درست. بیان کرد برای اساس است که خب پیامبران می از پیامت های تقلید ها تعصبات اشدار می دادن اما اونها با اونمون مسیر رفتار می کردن که رفتار کرده بود گذشتگانشان برای مبنا این تعصب بود درست. برای اساس اونها پیامد هم بعدش مشخص شد که نابود شدن امت هایی که در بسیاری اثر های به عرف پیامبرانشان عمل نکردن بر این مبنا پیامت های تعصبات بدبختی ها یکی از متاسفانه پیامت های ناگوار هست و این در جامعه اسلامی در طول تاریخ جامعه اسلامی به مسلمانان مشخص شده است که این تعصبات بوده است این مسائل مطرح کردن سمت و سوی یک طرف بوده است که ما نتوانستیم به اون اهداف خود ما برسیم یکی از پیامت های تعصبات یا اون فاز عدم همگرایی و عدم همبستگی می توان قضیه اون اصر محدودیت ها را بر مسلمانان بیان کرد که امروز مسلمان ها در زمانه زندگی میکنن که اون شکوه و عظمت را که باید می داشتن ندارن از همه معاملات اساسی امروز مسلمان ها بر اساس تعصباتی که دارن کینه هایی که دارن عداوت هایی که دارن امروز از تمام معاملات اساسی و معادلات اساسی به حاشیه رفتن و تمام جامعه مسلمان ها این مسئولیت دارند که باید مسئولیت پذیر باشن نه مسئولیت گریز باشن همه این مسئولیت داره یک مرد که در خانه من حیث رئیس خانه یا من حیث پدر خانه یا من حیث برادر بزرگ خانه است این هم مسئولیت داره در قبال خانواده خودش در قبال همسر خودش در قبال خواهران دختران فرزندانش در مجموع مسئولیت داره که باید اون مسئولیت خودش انجام بده روشنگرایی کنه و اون پیامدهای تعصبات کینه ها را مشخص کنه پیامدهای مثبت و مطلوب همگرایی و اتحاد باید بیان کنه به این شکل یک استاد که در یک پهنتون هست یک معلم که در یک مکتب هست یک ملایی که در یک مسجد هست یک روحانی که در یک مدرسه و در یک مسجد است یک مدرسی که در مقام تدریس هست یک خبرنگار که در یک استیدیو در پشت پرده یک تلویزیون هست یک قاضی که در یک محکمه هست همه اینا همه مسئولیت دارن اما باز ای به با کتگوری ها تقسیم میشه مسئولیت ها فرق میکنه ببینین که مسئولیت ها شدت و ضعف پیدا میکنه درست که مسئولیت هایی که شدید هست برمیگرده به بر رؤسا برمیگرده به بزرگان به بزرگان یک کشور مسئولیت ها بر اینها نسبت به مسئولیت یک فرد یعنی یک پدر نسبت به خانواده یک معلم نسبت به شاگردان در یک مکتب بسیار تفاوت داره بالی بالی. فرق میکنه ام. مسئولیت مثلا رئیس جمهوری یک کشور نسبت به مسئولیت یک فرد عادی فرق داره بحب. برای اساس در این مراحل اولیه ببینید که چشم همه گوش همه به سخنان مقامات والای اون کشور هست به با مقامات بالای اون کشور هست که اونا باید که پیامت های تعصبات باید بگویا از تعصبات باید اینا جلوگیری کنه باید یک طرح برنامه و راهکار داشته باشه در گفتن خو در گفتار خو ما نام خدا خیلی پیش هستیم یعنی وقتی که اگر مقام گفتار بیاید پشت مایک یا منبر اگر بریم سخنی بسیار خوب میگن همه میگن تعصب بد است اختلاف بد است درست است در کتاب هم است در مقالات است در سمینار ها رسانه منبر هم هم ده همه جای مضموم است اختلاف تعصب و امثالی از اما در عمل باز که میبینیم برعکسی از است در عمل هر چی که میبینیم تعصب است ظلم است و نمیدانم اختلافات بیشتر دامن زدن و عمیق کردن است به نظرتان از نظر تا عمل چقدر متفاوت داره؟ خب بیبی بی یقینا که نقص ها کمبودی ها وجود داره مشکلات وجود داره اولا که از اون مرحله گفتار از مرحله روشنگری یعنی آغاز میشه وقتی که ما یک کار میکنیم باید استارت اون کار از یک جایی از یک مرحله آغاز کنیم بل. که این مرحله در مرحله اول مرحله روشنگری آگاهی دیهی هسته در کنار از اون ما باید منظور ما همه در مرحله اول مسئول است به تعبیر پیامبر که هر کس مسئول مم. است کلکم مسئول عن بله کلکم و کلکم مسئول عن و حدیث دیگه هم داریم که پیامبر میگه کسی را که صبح میکنه به امور مسلمین احتمام, احتمام نورزه فلیس مننا مننا از دایره اسلام یعنی از ما مسلمان ها ممکنه نباشه این مبنا همه وظیفه دارم که به شکل در گفتار اینها ثابت ثابت ساب... می باید در عمل اینها ثابت کنه مسلمان کسی است که گفتار و عمل از او تفاوت نباشه نباشد بلکه اگر گفتار با عمل تفاوت داشته باشد باز بحث های دیگه ایجاد میشه بر این مبنا همه مسئولیت داره خصوصا خصوصا که وظیفه و مسئولیت های حکومت ها هستند که حکومت ها باید راهکار داشته باشند اون راهکار بحث عملی را در مد نظر می داشتند دوستان باشا. اشاره میکنند که شاید وقتمان کم مانده باشه برای ما اشاره کنن که چند دقیقه صرف شش دقیقه دیگه فرصت داریم در این 6 دقیقه با راهکارهای مناسب برای پایان دادن و یا کاش دادن مشکلات ها بگیم و همچنان پیامتان هم در آخه رفتن باید به با سمت سوی اسلام اه. یعنی عمل کردن به دستورات اسلام به شکلی که نیاز هست به شکلی که وظیفه ما داریم اه. نه به شکل معلول و معیوب اکثریت از ناهنجاری هایی که در جامعه مسلمان ها وجود داره این است که ما به دستورات اسلام به اون شکلی که اسلام از ما خواسته اعمال عمل نمیشه. نکردیم عمل ما هم ناقص بوده عمل ما مطابق با واقعیت های جامعه اسلامی مطابق با خواسته های فرهنگ تمدنی اسلام نبوده درست. یک چیزی است که میتوانه باز ما را به اون مجراها معبرها مسیرهایی که مسیرهای رفاست تکاپوست رشد است بالندگیست برسانه که ما عمل ما درست باشه به شکل کامل باشه به شکل که اسلام از ما خواسته است ما عمل کنیم باشد. و این میتونه بسیار راهگشا باشه یک بحث اساسی که وجود داره که ضعف در خود جامعه مسلمان است در کنار ازی که مداخلات بیرونی ها بیرون از دایره اسلام وجود داره و مال عاملینی که میان در این قضایه دخالت, 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 دخالت های زیاد را داشتن پیش از که این دخالت ها باشه ببینید که اول ما ظرفیت ها را در بین جامعه اسلامی از آدرس خصوص, خود مسلمان ها ایجاد میکنیم یعنی بسترسازی را ما میکنیم که تا کسانی که بیرون از فرهنگ اسلام هستند در این بستر که ما بستر بسترسازی کردیم اونها براح براحتی ترهای خودشان برنامه های خودشانه اعمال و عملی کنند بناهن باید از مر... در مرحله اول از اون ضعف‌هایی هایی که خود ما داریم و این پتانسیال یا این ظرفیت مداخلات اجنبی ها و بیگانه... بیگانه, ها را در جغرافی های کشورهای اسلامی خود ما ایجاد کردیم باید از این دوری کنیم زمان میتونیم دوری کنیم که اونمو شاخصه اول یا معلفه اول مد نظر داشته باشیم که به شکل اساسی به دستورات باید عمل شود دور از تمام مسائل چیزایی که یعنی تحت شعا دستورات قرار میته دور از اون مسائل قطع نظر از اون مسائل به مسائل اسلامی عمل کنیم و این میتانه که زامن فلاح باشه شما میبینین که کسری هایی که وجود داره در تمام ابعاد ما هست حتی در مسائل بحث های قرآنی یعنی در مجموع عمل کردن به آموزه های قرآنی خب این مسائل قرآنی در زندگی ما در ابعاد مختلفش عملی نمیشه متاسفانه و الا بحثایی که در مسائل قرآنی هستن این بحثا در تمام ابعاد خودش اینا کاربرد دارن راهکار دارن چالش ها مشخص میشه وقتی که عمل میشه در مجموع قرآن چالش ها را مشخص میکنه راه های بیرون رفته از این چالش ها هم مشخصه یعنی چالش زدائی هم میشه اما ما به اون شکل عمل میکنیم که نمیکنیم جواب منفی است بله. قرآن ما و شما ببینید که این تقریبا یک عرف یا یک رسم ناپسند شده است که تنها در مسائل ترحیم در مسائل فاتحه در مسائل مرگومیر و را عملی میکنیم به این پابند می باشیم اما در مسائل امورات و شونات روزمره خود ما به قرآن به اون شکل که نیاز هست عمل نکردیم درست و الا اگر عمل شود زامن رفا و آسایش هم مسائل است هم مسائل است. و پیام ما ای هست که از نسبت به هر زمان دیگر کرده امروز ما مسلمان ها به اتحاد و همبستگی ضرورت داریم نیازمند شدید هستیم در هر عصر و زمان نیاز به اتحاد هست اما در عصر فعلی جامعه مسلمانان امم اسلامی در اقصار نقاط عالم از غرب تا شرق شمال تا جنوبی که مسلمانان وجود دارن نیاز شدید و مبرم نسبت به هر زمان به اتحاد داریم و اگر ما بتوانیم بر اساس اون دستور عمل هایی که مشخص در فرهنگ ما شده است عمل کنیم ما می به اتحاد برسیم به اون قله از همبستگی همگرایی برسیم و ما ده ها بلکه صد ها معضلاتی که در جوامع اسلامی وجود داره با اونها برای همیشگی به شکل بنیادی نقطه پایانی بر اون معضلات و مشکلات بگذاریم و از این اتحاد همبستگی ما میتوانیم که ما برای رفاه و آسایش ما برسیم امروز بحث هایی که وجود داره واژگون و و بودن بسیاری از قضایایی که وجود داره مداخلاتی که وجود داره بب. یک بحث اساسی مسئله اتحاد فوکس اساسی ما بحث اساسی ما ایده و اندیشه اساسی ما بر مسائل همگرایی بسیار بس خوب سپاسگزار هستم از حضور شما در این بحث و برنامه تشکر بخش سلامت باشید خب بینندگان عزیز این بود داشته های برنامه هفتگی اومد در همین جا به پایان رسید تا بحث دیگر و برنامه دیگر که مجددا با مهمانان جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم همه شما را به الله یکتا و توانا مسپارم خدا حافظ و نگهدار شما